حال اگر انتخاب و رأی عمومی را پایه و مایه مشروعیت سیاسی بدانیم، درست در نقطه مقابل حاکمیت آخوندها و رژیم ولایت فقیه، به حاکمیت مردم و رأی مردم تن داده ایم. این اصل دعوای ما با خمینی و رژیم او از روز اول است. اکنون می توان همه مدعیان و افراد و نیروهای سیاسی را حول اصل موضوع دستبندی نمود. اینجاست که در نخستین تقسیم بندی بین رژیم و ضد رژیم مرزبندی می شود و خط قرمز کشیده می شود. در یک طرف همه کسانی قرار می گیرند که طرفدار حاکمیت مردم و برچیدن بساط استبداد و فاشیسم مذهبی هستند. در طرف دیگر کلیه کسانی قرار می گیرند که به نحوی از آنها مستقیم یا غیر مستقیم و با انواع اقسام توجیهات خواهان حفظ و نگهداری یا بازسازی فاشیسم دینی و صلح و سازش با آن هستند. تا بخواهید از خطرات و عواقب جنگ با این رژیم پرهیز می‌دهند، اما هرگز از خطرات و عواقب نجنگ و ادامه حیات این رژیم و اینکه چه جنگ‌های هولناک‌تری را اجتناب ناپذیر می‌کند چیزی نمی‌گویند. دل در گرو همین رژیم دارند و سرنگونی آن بیم دارند و زیان می‌بینند. منافعشان با همین رژیم گره خورده و از آن دست بردار نیستند. از این رو سرنگونی فاشیسم مذهبی برای آنها خط قرمز محسوب می‌شود. دستاویزها و ترفندها و بهانه های آنها هم در 29 سال گذشته تجربه شده و کاملا شناخته شده است. البته به بهای خون 120 هزار تن از آگاه ترین و رشید ترین فرزندان این مرز و بوم، به بهای 1 میلیون کشته و 2 میلیون معلول و مجروح و بیش از 1000 میلیارد دلار خسارت در جنگ 8 ساله، به بهای اعدام های روزمره در خیابان ها و به بهای فقر و حرمان و درد و رنج بی پایان ملت ایران. یک بار به بهانه مبارزه ضد امپریالیستی با شعار مرگ بر آمریکا، شعاری که به گفته موسوی نخست وزیر خمینی مهمترین ابزار برای مقابله با گروه های کمونیستی، ماویستی و منافقین بود و بیش از دستگاه های اطلاعاتی در از بین بردن این گروه ها نقش داشته است، یک بار به بهانه جنگ با عراق برای اشغال این کشور با شعار فتح قدس از طریق کربلا، یک بار به بهانه اصلاح طلبی، یک بار به بهانه عدالت محوری، یک بار به بهانه انرژی هسته‌ای و چرخه سوخت اتمی، یک بار به بهانه دشمن خارجی که معلوم نیست آخوندها از آن چه چیز کم دارند، آنچرا از دروغ و داغ و درفش و دریل و ددمنشی از دشمن خارجی اضافه دارند البته می دانیم، ولی نمی دانیم بر چه اساسی باید این جانوران وحشی و موزی و درنده و گزنده را داخلی و خودی و درونی تلقی کنیم. آخر خودشان سال هاست مرزهای سرخ و خونین خودی و نخودی را بین خود و ملت ایران ترسیم کردند. بانگهی مگر سالهای سال نگفتند که هیچ حد و مرزی را به رسمیت نمی شناسند؟ مگر در کتاب اصول سیاست خارجیشان مکتوب و مدون نشده که تنها مرزی که اسلام می‌شناسد مرز عقیدتی است و سایر مرزها مطرود و محکوم است؟ گرید که آخوندها می‌خواهند آن را به جنبش صلح و سازش با فاشیسم مذهبی تبدیل کنند. عجبا کسانی که درآمد
و حتی موجودیتشان مدیون جنگ 8 ساله و جنگ در کویت و افغانستان و عراق است، کسانی که شعار رسمی آنها و امام ملعون راحلشان جنگ جنگ تا پیروزی و جنگ تا رفع فتنه از عالم بود، همانها که با سیلی از اطلاعات دروغ و گمراه کننده دعوت به جنگ در عراق می کردند، همانها که برای خودشویی و رد گم کردن نعل وارونه می زدند و از 1001 طریق با همه مزدورانشان آدرس تسلیحات کشتار جمعی عراق را از جمله در قرارگاه های مجاهدین به آمریکا می دادند، اکنون برانند تا جنبش برحق صلح خواهی را که نیاز و آرمان تمامی بشریت است به خدمت صلح با رژیم آخوندی بگیرند تا بیش از پیش فرصت جنایت و کشتار و سرکوب و حلق‌آویز در ملأ عام پیدا کنند. همین رژیم بود که غارهای زیرزمینی در قرارگاه‌های مجاهدین در خاک عراق را که مملو از تسلیحات هسته‌ای و شیمیایی و میکروبیست نشانی می‌داد و ادعا می‌کرد آمریکا این امکان را برای رئیس جمهور عراق فراهم کرده که سلاح‌های خود را به انبارهای امن مجاهدین منتقل نماید. 3 سال پیش مطبوعات بین‌المللی فاش کردند که دستگاه اطلاعات همین رژیم از طریق عوامل عراقی خود با سیلی از اطلاعات نادرست در یکی از بزرگترین عملیات جاسوسی تاریخ معاصر دنیا را در مورد سلاح‌های کشتار جمعی در عراق فریب داده است، تا آنچنان که مدیر سابق اطلاعات نظامی آمریکا در خاورمیانه گوش زد نمود، جنگ در عراق را برانگیزد. علاوه بر این، اکنون همه می دانند که هم آتش جنگ فرقه‌ای، هم زندان‌ها و شکنجه‌گاه‌های مخفی، هم انبارهای سلاح و مواد انفجاری در عراق و همچنین سرنخ جرثومه‌هایی که به منفجر کردن و تخریب حرم‌های سامرا و مساجد مبادرت کردند در دست همین رژیم و کار همین رژیم است. 5,200,000 تن از مردم عراق گواهی دادند که راه حل در عراق خلع ید از رژیم ملایان است. همچنان که نزدیک به 95% از مردم ایران طبق نظرسنجی‌های